کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. درود به همه شما عزیزان. امروزه برای کنترل اتوماتیک میزان باز یا بسته بودن شیرهای کنترلی از دستگاه پوزیشنر یا کنترل موقعیت استفاده میشه. این دستگاه به وسیله سیگنال استانداردی که از طرف اپراتور به این دستگاه وارد میشه اقدام به کنترل اتوماتیک میزان باز یا بسته بودن شیرهای کنترلی میکنه. این فناوری تا چندی قبل از خارج وارد ایران میشد، ولی متخصصای جوان ما تونستن بهش دست پیدا کنن. با هم بریم یه سری بهشون بزنیم تا از نزدیک شاهد عملکرد اونها باشیم. مجموعه که خدمتتون هستیم یه شرکتیه که سابقه بالغ بر 30 سال داره. با همکاری شرکت اروپایی قریب به 7 سال هستش که شیرها رو داخل تولید بکنه. بزرگترین مجموعه استانداردی معتبر شیرهای کنترلی رو در اختیار داریم. ما اولین سبد استانداردی شیرهای کنترلی رو معرفی کردیم. باید ببینیم اول تعریف از شرکت دانش بنیان چیه. شرکت به واسطه دانش فنی خاصی که داره یک مزیت رقابتی خاصی میتونه ایجاد بکنه که شاید این به راحتی میسر نباشه برای همه شرکت ها. به همین خاطر جزء شرکت های دانش بنیان حساب شده. خدمت مهندس امید عظیمی هستیم، رئیس هیئت مدیره مجموعه. قربان سلام، وقتتون بخیر. سلام از بنده، وقت شما بخیر. لطف کنید برای ما در مورد دستاوردهای شرکت صحبت کنید. بله، شرکت جزء شرکت‌های سازنده شیرالات هست که سابقه‌ای داره در زمینه انتقال دانش فنی تجهیزاتی که در صنایع انرژی استفاده میشه از سازندگان به نام در یک روندی به داخل کشور. محصول شیرهای کنترلی که امروز جز محصولات شرکت هست، اولین محصولی نیست که ساخت داخل شده. سابقه داخلی سازی محصولات دیگه‌ای رو از جمله شیرالات سرشاهی، بسته‌های تزریق شیمیایی، ایستگاه‌های تقلیل فشار رو هم داشتیم در زمینه تجهیزات صنعتی و همچنین در زمینه تولید رنگ‌های صنعتی و دریایی هم این منظور محقق شده. مهندس، چقدر شیرهای صنعتی شما از نمونه‌های خارجیش بهتره؟ اقلام صنعتی، من جمله شیرالات صنعتی و کنترل والو که ما در اون مشغول هستیم، میبایستی مطابق استانداردهای مربوطه باشه. در زمینه شیرالات صنعتی که ما فعال هستیم بالغ بر 100 استاندارد مورد وسوخ هست و شرکت هایی که در این زمینه فعال هستن میبایست این استاندارد ها رو رعایت بکنن. شرکت ما هم از این مطلب مستثنا نیست. محصولاتی رو که ما تولید میکنیم مطابق استاندارد های طراحی و ساخت شیرالات کنترلی هست و از این منظر مشابه شرکت های صاحب نام هست. اومدید بخشی که مهندس شفیعی به طور عملی دارن روی قطعات و مدارها و کلن ساختار اونها کار میکنن. حالا شما قربان. خیلی ممنون متشکرم. چه خبر اینجا؟ والا ما اینجا بخش تحقیق و توسعه شرکت هست. ما کارهای الکترونیکی، طراحی مدارها، دستگاه هایی که تو شرکت ساخته میشه رو ما اینجا انجام میدیم.
مهندس جان، این نرم افزاری که کنار این سخت افزار رو شما باش کار میکنید چیه در واقع؟ ببینید، ما برای اینکه به در نهایت به یه مداری برسیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم، میایم اول یه طرح مهندسی ازش میکشیم بر اساس نیازی که داریم. میایم میگیم ما این ورودی رو داریم، دستگاه ما این ورودی رو داره، به این خروجی میخواد برسه. بر اساس این یه طرح مهندسی میکشیم، بعد از اون میایم مدارش رو تعیین میکنیم، مثلا به این میگن مدار چاپی. این در نهایت با یه سری دستگاه به این تبدیل میشه، به این برد تبدیل میشه، قطعات مونتاژ میشه، بر اساس عملکردی که ما ازشون انتظار داشتیم خروجی میگیریم از اون. آقای مهندس، چون ما میخواییم قطعات الکترو هایدرولیک و پوزیشن رو هم ببینیم، در مورد این دو هم برای ما توضیح بدید. در مورد پوزیشنر ما یه نیازی بود توی کشور راجع به یه بحث، یه دستگاه ابزار دقیقی بود در کنار شیرها که این همیشه از بیرون از ایران تهیه میشد. ما اومدیم اینو داخل طراحی کردیم. طراحی ما در نهایت رسید به این بورد که میاد به عنوان پردازنده کنترلگر اون شیر توی خط لوله یا هر جایی که نصب میشه قرار میگیره. حالا طراحی که برای این ما انجام دادیم میتونم بهتون بگم از بهترین نمونه های خارجیش بروزتره. چرا؟ چون ما این طراحی جدید انجام دادیم. یعنی ما اینو وقتی تو سال 2017 تمامش کردیم، همه قطعاتی که انتخاب کردیم تو سال 2017 ساخته شده بودن. به خاطر همین هیچ نمونه خارجی از این من میتونم ادعا کنم وجود نداره که مجموعه این قطعات اینقدر بروز باشه، حتی شرکت های بزرگی که تو این زمینه دارن کار میکنن. خیلی هم عالی. بله. خب این راجب پوزیشنر ما. در مورد عملگر الکتروهیدرولیکمون یه تفاوتی داره نسبت به این پوزیشنر. این پوزیشنر خیلی توان پایین، هم بهتون گفتم توی محیطای پالایشگاهی تجهیزات ابزار دقیق به خاطر اون الکتریسیته، احتمال جرقه زدن، این اتفاقاتی که دارن خیلی روشون کار نمیشه. پوزیشنر کلا یه محصول خیلی توان پایینه، خب احتمال اینکه خطر ایجاد بکنه پایینه. ولی محصول آخری که ما ساختیم، عملگر الکتروهیدرولیک که روی شیرها نصب میشه به صورت هیدرولیکی، به صورت ساده بخوایم بگیم به صورت هیدرولیکی شیرو بازو بسته میکنه. بله. اون عملگر توان بالا، یعنی فرضاً یه برق سه‌فازی اونجا هست که توی محیط کاملا خطرناک باید با اون کار بشه و یه جوری مدیریت بشه اون توان زیاد، اون جریان بالا، که اتفاقی نیفته. رسیدیم به بخش تست عملکردی شیرالات به وسیله پوزیشنر و ایلسپ که به همین خاطر خدمت مهندس زرگران رسیدیم تا در مورد این بخش اطلاعاتمون بیشتر بشه. جناب مهندس سلام. سلام. خوب شما در مورد این تجهیزات و این دستگاه برای ما صحبت کنید. بله، در خدمتتون هستم. مجموعه که اینجا می‌بینید یک مجموعه کامل شیر کنترلی به همراه تجهیزاتی هستش که برای باز و بسته کردن شیر استفاده میشه. این شیری که اینجا میبینین عملگرش از نوع پنوماتیکی و دیافراگمی هست که با استفاده از هوایی که زیر دیافراگم میفته این شیر باز و بسته میشه و در واقع مسیر سیال محدود میشه یا باز میشه، بسته به حالا نیازی که اون پروسه ممکنه داشته باشه. اما دو تا تجهیز مهمی که اینجا هست پوزیشنر و ایرست هستن. ایرست در واقع وظیفش تامین هوای ورودی به پوزیشنر هست. این تامین شامل فیلتر کردن و تنظیم فشار میشه و دستگاهی که اینجا میبینیم پوزیشنر هست که در واقع مغز متفکر کنترل والف هست، وظیفش در واقع تنظیم موقعیت والف هست بسته به اون فرمانی که حالا از اتاق کنترل میاد و در واقع این کار رو متناسب با سیگنال ورودی که بهش اعمال میشه میاد انجام میده. توی این نوع حالا ما سیگنال ورودیم 4 تا 20 میلی آمپره که میاد در واقع متناسب با موقعیت ورب اسکیل میشه روی 0 تا 100 درصد از اوپن تا کلوز. حالا ما اینجا میتونیم یه نمونه عمل کرده پوزیشنر رو ببینیم. من با توجه به سیگنالی که میدم پوزیشنر شیر رو باز و بسته میکنه که از این داخل و حالا داخل این دیافراگ میتونیم ببینیم این باز و بسته شدن رو. بخش عمده ای که هزینه این پوزیشنر نسبت به هزینه باقی اجزا در واقع هزینه نهایی مجموعه کنترل وب داره، باعث شد که ما شروع کنیم به ساخت این محصول و بومی سازی این محصول و اینکه هم هزینه خودمون رو در واقع کاهش بدیم، همین که وابستگیمون رو به نمونه‌های خارجی کمتر بکنیم با توجه به مشکلاتی که در تامین این قطعات داریم.
بسیار خوب. جایگاه شرکت تو منطقه و خاورمیانه به چه صورتی است؟ این شرکت در توان طراحی، توان ساخت و عمق ساخت داخل مجموعه شاید جزو شرکت‌های خاص باشه و این توان رو ایجاد شده در داخل شرکت که بتونه با عمق بالای ساخت در داخل خودش بتونه ارائه محصول و خدمات رو به مشتریانش داشته باشه. از این حیث شاید کمتر شرکتی در خاورمیانه در این محصول خاص بنده سراغ داشته باشه. یعنی من فکر میکنم میشه گفت این شرکت تونسته به خودکفایی برسه. میتونیم بگیم با توجه به امکاناتی که در داخل خود شرکت هست و امکاناتی که میتواند برون سپاری بکنه به عمق بالای ساخت این محصول رسیده. اینجا واحد کنترل کیفیت خط تولید کارخونه است. برای اینکه اطلاعاتم در مورد این بخش بیشتر بشه، رسیدیم خدمت خانم مهندس احمدی تا باشون گفتگو کنیم. خانم سلام عرض شد. سلام. وقتتون بخیر. متشکرم. لطف بکنید در مورد کلیت این واحد برام صحبت کنید. اینجا واحد کنترل کیفیت هستش. ما کنترل کیفیت رو توی چند تا بخش بر اساس این پلن کنترلیمون انجام میدیم. اول توی مواد اولیه‌مون تست‌های کنترلیمون رو بر اساس استانداردها انجام میدیم. بعد حین تولید روی قطعاتی که ساختیم تستایی که توی این پنل ما ملاحظه میکنین رو انجام میدیم و در نهایت وقتی شیرمون ساخته میشه تست نهایی رو روی شیر ساخته شدهمون انجام میدیم که شامل تستای نشتی، فانکشنال و سایر تستایی که مشتری ازمون درخواست میکنه. درسته. اینجا تجهیزات کنترل کیفیت رو ملاحظه میکنیم. ما بیش از 304 تا تجهیز داریم که هر چند وقت یک بار کالیبره میشه. تجهیزاتی که ملاحظه میکنین شامل تجهیزاتی که هستش که برای کنترل مواد خاممون استفاده میکنیم، تجهیزاتی که برای کنترل رنگ ازش استفاده میکنیم، تجهیزات NDT مون که حالا شامل تستای UT, PT, MT و تست رادیوگرافی میشه. ما یه سری آلبوم های مرجع داریم که تفسیر فیلم های رادیوگرافی مون رو بر اساس این آلبوم های مرجع انجام میدیم که بسیار تو ایران کمیاب هستن. و کلن تستایی که انجام میدیم بر اساس ITP هستش که با مشتریمون میبندیم و تمام تستا رو بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام خواهیم داد. خیلی عالی. خانم کلن استاندارد کنترل کیفیت بر روی قطعات چجوری انجام میشه؟ یا بهتر بپرسم که چجوری میشه اطمینان کرد به استاندارد قطعات شما؟ همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما تستامون رو بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام میدیم. مثلا اگه بخوایم ماده خامی رو تست کنیم بر اساس استاندارد متریالی اون ماده خام تست رو انجام میدیم. بله. اگر بخوایم تستای NDT انجام بدیم یا تستای نهایی که روی شیر انجام میدیم بر اساس استانداردهای بین‌المللی که راجع به کنترل ولف ها و شیرآلات صنعتی وجود داره بر اساس اون استانداردها تستامون رو انجام میدیم. بخشی که دیدین واحد کنترل کیفیت بود، این بخشی که قراره ببینید واحد تضمین کیفیته که گویا زیاد هم به همدیگه ربطی ندارن. به همین خاطر رسیدیم خدمت مهندس بادفر، مدیر واحد تضمین کیفیت. بفرمایید. سلام قربان، وقتتون بخیر. سال اولم فرق بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت دقیقاً چیه؟ واحد کنترل کیفیت در واقع میاد توی مراحل مختلف تولید محصولی که ما میسازیم رو تست میکنه تا ببینه اون الزامات مشتری رو رعایت میکنه یا نه. ولی تضمین کیفیت یک کار سیستمیه، به این معنی که ما یک سری الزامات داریم از طرف مشتری علی خصوص و خود شرکت و یک سری قوانین مقررات دولتی هم هست که ما باید با استفاده از طراحی فرایند و ایجاد یک سری دستور عمل و یک سری روش‌های کاری تضمین کنیم که این الزامات برآورده میشه و
هدف اصلی تضمین کیفیت هم برابر سازی الزامات مشتریه. چرا مهندس میشه به نوعی گفت که محصول نهایی کیفیتش هم توی این بخش نهایی میشه یا اصلا ربطی نداره؟ به این شکل نمیشه گفت. در واقع ما میایم با استفاده از استانداردهای بین‌المللی که معروف ترینش ایزو 9001 هست یک سری ساختاری ایجاد میکنیم که با استفاده از یک سری دستورالعمل میایم تضمین میکنیم که محصول شرکت منطبق بر الزامات مشتری، الزامات قانونی و الزامات خود شرکت هست. برای این کار میایم ما تو چند سال اخیر اومدیم از یک سیستم مدرن به اسم سیستم BPMS استفاده کردیم که بتونیم این الزاماتمون رو اجرا کنیم. BPMS مخفف بیزینس پروسسز منیجمنت سیستم هست، یعنی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار. تو این سیستم ما میایم یک سری فرآیند تعریف میکنیم. مثلا وقتی ما یه تقاضا میگیریم و قراره در آخر یه محصول رو به مشتری تحویل بدیم، یک سری فرآیندهای این وسط هست مثل با طراحی، بازاریابی، ساخت، مونتاژ، تست و بسته‌بندی و تحویل که این فرآیندها رو ما باید تعریف کنیم و طبق الزامات شرکت انجام شه. همه اینا رو ما با یه نرم افزار BPMS مدون کردیم و پرسنل شرکت میان هر کدوم یک کارتابلی دارن به اصطلاح که وقتی کارشون انجام میدن نتایج رو تو این کارتابل ها ثبت میکنن و ما به صورت آنلاین میتونیم تو کار تمام بچه‌ها رو ببینیم و حتی این داده هایی که به دست میاد رو تحلیل کنیم و دستات لزوم این فرآیندها رو بهبود بدیم. تولید شما چقدر تونست صنایع ما رو از واردات بی‌نیاز کنه؟ توی بخش صنایع انرژی در زمینه این محصول خاص من فکر میکنم که سهم بازار داخل خوبی رو داشته باشه شرکت امروز و با توجه به سابقه 3 سال گذشته با درصد خیلی خوبی رو به گسترش بوده. آقای مهندس اگر بخواید مهمترین برنامه شرکت در آینده رو برای ما بگین چی هستش؟ با توجه به حجم بازاری که در پیش رو داریم برنامه گسترش توان تولید رو داریم که فاز 2 کارخونه رو با هدف افزایش توان تولید به میزان حدود 7 برابر ظرفیت تولید امروز داشته باشیم. پروژه بخش مهندسیش به اتمام رسیده و انشالله سال آینده به بخش اجرایی پروژه میرسیم. آقای مهندس آرزو موفقیت دارم برای شرکتتون و ممنون از وقتی که به ما دادید. قطع وابستگی به تولید کنندگان خارجی، صرفه‌جویی ارزی، بهبود محصول ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی و کسب دانش فنی میتونه راه رسیدن به خودکفایی رو به مدد خودباوری تبدیل کنه. همه این محصولاتی که دیدین حاصل دسترنج متخصصان ایرانیه تا بتونن محصول درجه یک ایرانی رو به بازار ارائه کنن. امیدوارم که همیشه این حمایت از اونها باشه تا بتونن انقدر قوی تو این عرصه عمل کنن. ممنون که همراه برنامه خودتون بودید. تا برنامه بعدی در پناه حق خدا نگهدار. ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.